الان اینجا توی شهر سیلور اسپرینگ هستیم و همونجوری که می‌بینید پشت سر من دیستریکت کورت یا دادگاه محلی مریلند هستش. در اتاق 402 امروز قاضی به پرونده رمضان سلطان محمدی بررسی در واقع رسیدگی خواهد کرد. در تجمع ایرانیان در مقابل مکان در واقع تعلیمات اسلامی که مراسمی برای ابراهیم رئیسی گرفته بودند، این فرد که کارمند دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی هستش با حرکت دست در واقع کسانی که تظاهرات کرده بودن تهدید به مرگ کرده بود و این شروع یک دادگاه بوده که اینجا تشکیل شده. سیامک آرام به نمایندگی از معترضین شکایتی رو طرح کرده و حالا جلسه دوم است. در جلسه قبل این فرد محدود شده بود که به سیامک آرام و دیگران نزدیک نتونه بشه. من اومدم امروز اینجا محکوم کنم عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور. آیا فکر میکنین چنین دادگاهی میتونه مؤثر باشه؟ حتما میتونه مؤثر باشه. شما خواستتون از این دادگاه چیه؟ محکوم کردن عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور. همزبون باشیم با مردم ایران. این گروه از شهود هستن که دارن الان خارج میشن، از در پشت دارن میرن به خاطر اینکه مردم در مقابل در جلو داشتن شعار میدادن. دادگاه امروز چطور پیش رفت؟ درخواست شما در دادگاه دقیقاً چی بود؟ اولا تعداد زیادی به سمت رمضان سلطان محمدی در دادگاه اومده بودن، این خودش خیلی عجیب بود. وکیل غیر ایرانیشون درخواست تمدید مهلت داد، اینجور عنوان کردش که دسترسی به اطلاعات نداشته. وکیل من همینو نسبتش اعتراض کرد، برای اینکه این فیلم تو همه رسانه ها بوده، همه بعضی کافی دیدن. اولین مکالمه وکیل موکل احتمالاً این بوده که این فیلم منتشر شده و من این حرکت رو انجام دادم. برای همین اعتراض کردیم، با در واقع یک توافقی در نهایت دادگاه اعلام کردش که یک هفته دیگه این حکم جدیدی که دادن یک هفته تمدید شد، 17 جون دوشنبه دادگاه بعدی برگزار میشه. من فهم میکنم که این باید خیلی یک آگاهی جمعی بشه که اینجا ایران نیست، ایرانه که زیر سلطه جمهوری اسلامیه، که قانون وجود نداره، تبعیض و اساسا موضوعیت دادگاه و پلیس و قضا موضوعیت نداره اینجا. و در لندن هم این اتفاق افتاد، در نقاط مختلف ایرانی ها باید جلوی این مسئله بایستن، اجازه ندن که جمهوری اسلامی بتونه همون روش و منش رو و همون بازوی سرکوب رو به خارج از ایران منتقل کنه. ما در مقابل دادگاه مریلند هستیم و پرونده‌ای که امروز از طریق سیامک آرام و وکلاش باز شده بود، رمضان سلطان محمدی وقت گرفته تا 17 اون که دوباره در این دادگاه حاضر بشن. اون متهم هستش به این که گروهی از معترضین رو تهدید به مرگ کرده. من اردوان روزبه اینجا در شهر سیلور اسپرینگ.